ای است که کمیشنر صاحب در مورد آرای که باطل شود و نیاز به ای است که باطل اعلان شود، چون مردم افغانستان اعتماد داشتند که کمیسیون مستقل انتخابات به گونه شفافی که خودشان اظهار کردند پیگیری خواهد شد و ما مطمئن هستیم برای که شفافیت در زمانی که تمام آرای سیاه از سفید جدا شود و بالاخره یک حکومت واقعی و مردمی اعلان شود بر ما و بر تمام مردم افغانستان قابل قدر است. بنابراین کمیسیون مستقل انتخابات بعضی آرای که بایومتریک شده بود و اونا را در دیتا سرور عمومی انتقال دادن و بعدا تصمیم گرفتن و وقت هم که در بر گرفت مشکلات حساسی در آرای وجود داشت که آرای سیاه و سفید بودن و تصمیم بری است که هر چیز زودتر کمیسیون اعلان بکنه و آمادگی خود داشته باشه آرایی که مدار اعتبار نیست، آرایی که از طریق مردم نامده، آرایی که بالای سرنوشت مردم افغانستان خیلی تاثیر گذار است و اعتبار مردم صدمه میزنه، آرای عبارت از آرای سیاه می باشه که یک چیزی واضح است که آرای بدون بایومتریک و بایومتریک شده هایی که قبل از وقت بایومتریک شده بودند و یک روز پیش یا دو روز پیش الا یک ساعت پیش هم شرکت در ملوک قادر است برای که شناسایی شود و بعدا اونا را باطل اعلان بکنه. حالا از آرا یادآوری کردین، ما شاید به هستیم که سخنگوی تیم دولت ساز اونا یادآوری کردن که کمیسیون مستقل انتخابات حالا یک میتونیم بگیم تصمیم گرفت پیرامون آرای بایومتریک شده و بدون بایومتریک و قبل از این حالا زمانی که ماشین آلات بایومتریک درست کار نمی کرد در روز انتخابات اونا یادآوری کردن که کسایی که اسمشان در لیست ها هم نیست و یا که در ماشین آلات بایومتریک مثلا در دیتای از او به ثبت نرسیده میتونن که برن رای بتن و یک ویژگی خاص را به یک ایده از مردم قائل شد. حالا شما چی فکر میکنین اگر این آرای بدون بایومتریک قرار باشه بره وارد سیستم و کسایی که اسمشان در لیست ها نبوده برای وارد سیستم، بنابراین شما یادآوری میکنین که جفا در حق مردم است و میتونه که حتی نتایج انتخابات را غیر شفاف اعلان بکنه و در مبحث دیگه اگر این نتایج اعلان نشه، اگر این آرا نره وارد سیستم هم نشه، حالا اونو یادآوری میکنن که یک دی از مردم حق خود را از دست میده و اصلا رای از اونو مدره نمیشه. خب یک مسئله بسیار واضح است، ای که آرای بدون بایومتریک اعلان نشه و انسجام پیدا نکنه تا ای که یک تعداد آرا در خطر ازی مواجه است که نباید اعلان شود و حق مردم در او بوده. زمانی که بایومتریک پیشنهاد شد و کمیسیون مستقل انتخابات آمادگی خود گرفت و در مراکز و سایت های انتخاباتی در سراسر کشور بایومتریک انتقال پیدا کرد و آرایی که بر اساس بایومتریک آمد و لست در لست نامایشان نبودن یا بعض عرفا نبود، معلوم دار که مردم ما و هواداران ثبات و همگرایی هم از جمله از امی کسایی بودند که در بعض ولسوالی ها و بعض نایه که تمام ولایات آرایشان و لستشان لست نامشان در مراکز انتخاباتی به شهر کابل فرضاً از ولایت بدخشان بر نایه 13 یک مشکل بزرگ بوده و در این مشکل مردم ما هم مواجه بوده. به خاطر از اینکه شفافیت تامین شود و عدالت انتخاباتی تامین شود و خواسته های مردم مبنی بر اعلان شفاف انتخابات و تاکید جامعه جهانی هم برای بوده که شفافیت انتخابات، به این اساس ما هیچ نوع جبهه‌گیری را نداشتیم که مردم ما و بعض ولایات و ناحیه و ولسوالی های ما مانده و اونا نتانستند که رای بتن بر اساس بایومتریک. ما پذیرفتیم و این پیشنهاد تمام سیاسون و دسته های انتخاباتی بودند که در پروسزی داخل هستند. بنابراین این صدمه به ما هم وارد میشه، بدون شک خیلی کسای ما بوده هم که نتانستند که به میواجه هستند. حالا این کار کرده را که فعلا کمیسیون مستقل انتخابات پیش گرفته و بنابراین اونا معتقد هستند و دست آستین برزدن که
آرای سفید را از سیاه جدا بسازن. شما چی فکر میکنین این کمیسیون با این تیم توانایی از زیر داره که آرای پاک را از ناپاک جدا بسازن؟ خب بحثی است که آرایی که بایومتریک شده و تعداد را که آقای عبدالله کمیشنر کمیسیون مستقل انتخابات گفته ای برای مردم قابل قدر است. مسئله حساسی است که آرایی که قبل از وقت استعمال شده، آرایی که سمسازی شده، آرایی که یک برنامه تقلب و تخلف در او وجود داره، به این اساس ای که کشورهای دوست هم کوشش کردند که شفافیت به وجود بیاید، با کمیسیون ملاقات داشتن، با کمیشنرها جلسات داشتن، بنابر امی بوده که آرایی که واقعا آرای مردمی نیست و آرای سیاس به یک طرف شود و آرای سفید شما میتونین اعلان بکنین تا ای که مردم به حق خود برسند. مشکل حساسی امی بوده که آرای بدون بایومتریک و آرای بایومتریک شده که قبل از وقت بوده مسئله حساس امی است، نه ای که کسانی که نتانستن یا در لست نامشان نبوده یا ماشینای بایومتریک در بعض مراکز انتخاباتی کار نمیکرد. ما هم در اون مورد سند داریم، مشکلات خود ما داشتیم در ولسوالی بگرامی، چندین شکایات ثبت شده و اسناد مدارکی را که ما ثبت کردیم در کمیسیون مستقل انتخابات مبنی بر مشکلات تکنیکی کمیسیون مستقل انتخابات بوده. ولی مشکل حساسی در اینجاست که ناظرین دسته های انتخاباتی خواهان از امی شدند که یک شب قبل صندوقا و مراکزا در جای ایجاد شد که یا در موتر بودن یا در دشتا بودن، در کوها بودن، اونا با اساس بایومتریک، با اساس مجله که تصویر میگیری از اونا، به این اساس رای آمده. و مسئله دیگه ای که به نام بایومتریک، چپ هایی که از ماشین بایومتریک بیرون شده بود و دستکاری شده بود در بعض ولایات، تو با کمیسیون بعد از 10 روز 15 روز که ماشینا جمع آوری شد، یک مسئله دیگه ای که از بعض ولایات ها ماشینای اضافه آمده، از اینکه شرکت در ملوک انتقال داده بود و لیست داره، جدول داره که به او اساس در اینمی ولایت اینم قدر مراکز است و در اینجا نیاز بر امی است. حالا شرکت در ملوک توانایی ازیرا داره که این ماشین آلات که گم شده یا چپش کشیده شده و چه پایدگی وارد شده و یا ای که در این ماشین آلات دست داده شده باشه را تغییر بده و بنای دوباره به حالت اول برگردانه؟ خب برای ما مهم است که ما چقدر میتونیم که در برابر بیعدالتی انتخابات جبهه گیری داشته باشیم. ما مطمئن بر ای هستیم که ناظرین ما و اشخاص افرادی مسلکی که داریم در پروسه انتخابات و عیت ناظرین در برنامه های نظارت در تمام مراکز افغانستان زی دخل بوده و تماس های خود داشتن، بر این اساس ما می خواهیم که هر چی زودتر آرای سیاه و سفید را که ما شناسایی کردیم و بعض دسته های انتخاباتی دیگری که شناسایی کرده و اونا مطمئن بر این هستند که در بعض جایا ماشینالات کار نمیکرد، بعض ولایات ناامن بود، زمانی که ما کمپاین میگرفتیم ما میرفتیم در حضور مردم، رهبر ما برنامه های خود میگفت، در اونجا بیش از هزاران نفر انسجام پیدا میکردن میامدن. در ولایتی که امن بوده رای کمتر است، ولایتی که ناامن است اونجا رای زیادتر است. جایی را که تیم عریف ما کمپاین کردن، در زمان کمپاینشان فرزند پکتیا بیش از 900 نفر اضافه تر نبوده و مردم محبوبیت خود در برابر ازیان نشان دادن. اما یک ایده میگن که آرا افراد که حضور دارن در این نمایش حضور داشتن قبلا، اینا کسایی بودن که به واسطه پول خریداری شدن. خب ما حتی بالای تیم شما هم این ادعا صورت میگیره و یک ایده از نامزدهایی را که ما عملا در امی استیدیو داشتیم اونا یادواری کردن که تیم ثبات همگرایی و دولت ساز باسه پول مردم را خریده. شما خب چه سلام شما شاید کدام کارشناس گفته باشه و یا کسی بوده باشه که از دسته انتخاباتی دولت ساز حرف می زده با اساس دسیسه ها پیشنهاد کرده. اما یک ایده از نامزدهای دیگه بودن که این چنین نداری کنم. ما تماما بحث های رسانه ای را تعقیب می کنیم. تا اکنون کدام مسئله مبنی بر این که ما خریداری بکنیم در کمپاین مردم پول بتیم، ما اصلا به اون اندازه پول را نداشتیم و محبوبیت ما و برنامه های ما
برمیگشت به خود مردم افغانستان. ما خواستیم که با مردم مشوره بکنیم تا ای که ما اگر کاندید داشته باشیم و مردم با کدام حساس، خواسته های مردم چی است، مردم از ما چی میخواه و میخواه که در افغانستان کدام نوع تغییر بیاید با وجود بیاید. این مردم افغانستان تصمیم گرفت. بعد از این مردم با پای صندوق های رای رفت و در غیاب رهبر ما دکتر صاحب عبدالله کمپین صورت گرفت. حتی ما و نماینده ما از مرکز در اونجا نبودن، رئیس های ستات ما بوده و نماینده ما در ولایت بوده، با اونما کمپاین کردن و برنامه های خود گفتن، خواسته های خود گفتن، خواستند که نظام فعلی افغانستان تغییر بده. این مبنی بر خواسته های مردم افغانستان بوده، نه ای که ما پول بدیم. اگر پول میدادیم ما، شاید ویدوی ما هم مبرمان مثل تیم دولت ساز، اگر ما محبوبیت نمی داشتیم، مردم به زور می خواستیم در یک جا قید میکردیم، دروازه را پشتشان بسته میکردیم مثل کاپیسا، باز مردم شاید جواب ما را با آب مدنی و بوتلا و بوت و کفش میدادن. ولی خوشبختانه که مردم ما با ما علاقمندی که از ما پشتیبانی کردن با اساس امو حزب و حرکت و رهبری که داشتن، با اساس امو برنامه های منسجم و برنامه های مقدس که داشتن، خواستند که کاندید بدن. حالا چی فکر میکنین؟ از نتایج اگر یادآوری بکنیم، شما چقدر امیدوار به هستین که کمیسیون بتانه هر چی زودتر این نتایج اعلان بکنه و در بود دیگه اگر نتایج اونچی که قابل قبول شما نباشه، عکس العمل شما چی است؟ ما میخواییم که شفافیت تامین شوه. ما میخواییم که مردم خدا با صبر و حوصله‌مندی تحریک بکنیم تا ای که کمیسیون مستقل انتخابات مطابق برنامه های خود، مطابق قانون نافذه خود اعلان بکنه. اگر به حق مردم خیانت شود و ما با مردم خود تعهد سپردیم، و مسئله دیگری که ما در 5 سال گذشته اعضای تیم ما و رهبر ما تنه های مردم بخصوص رسانه ها را خیلی تعامل کردند که تا اندازه ای را بجا بوده. ما به خاطر خیر فلاح کشور از موقف خود گذشتیم، ما به خاطر آبادانی کشور و ارتباط ثبات کشور خواستیم که یک جنجال بزرگ در سراسر افغانستان برپا نشه. اجازه دادیم به حکومت که تا حکومت وحدت ملی را اعلان بکنه. و حالا بازم این کار را میکنین؟ ما تعهد را که ما با مردم دادیم و مردم با ما تعهد کردند که ما از رای خود دفاع میکنیم. اگر ما بخواهیم که مردم بگوییم که شما دیگه از سه کار نگیرین، از رایتان دفاع نکنین، بگذارین که هر کس تمویل بکنه، هر رهبر به هر اساس از هر جایی که آمده بالای شما 5 سال باز هم حکومت بکنه، جوانای شما چوب سوخت باشه، مردم ما حرکت مردم در اون زمان هم میخواستن که به نوع از رای خود دفاع بکنن، اما آقای عبدالله این اجازه را برای اونها نداد. خب هدف ما بری بود که ما به نظر سیاسی که بحران اساسی در سراسر افغانستان داشت تطبیق می شد و ناامنی هر روز زیادتر می شد. حالا اگر بازم مردم بیامیدن بگیم تیم شما مقابل تیم پیروز دیگه ای که حالا اگر شفاف یا غیر شفاف پیروز شده باشه قرار بگیره، بازم همون بحران تکرار می شود. نیاز نبود که دیگه آقای عبدالله منتظره 5 سال آینده باشه. خب مردم مطمئن بریست که تیم ما پیروز است، مطمئن بریست که ما رای دادیم و مطمئن بریست که کمیسیون تعهد کرده که ما از رای شما دفاع میکنیم. بنابراین تماما رهبر سراسر افغانستان از اقوام مختلف انسجام پیدا کردن، یک تیم دسته انتخاباتی بزرگ همگرا را ساختن که نتیجهش ما شما و تماما جهان هم قریب میبینیم. اگر کدام اندکی سالنگاری و فساد در عرصه آرای مردم بیاید و بگونی سلیقوی رفتار شود در برابر رای مردم که امانت است نزد کمیسیون مستقل انتخابات، به هیچ کس اجازه نخواهیم داد که به امانت مردم خیانت بکنه. حالا با این وضعیت اگر کمیسیون بازم نتایج را به تعویق بیاندازه، شما حمایت میکنین از کمیسیون به خاطر شفافیت و یایی که فشار ما نه. شفافیت میخواییم، در قدم اول شفافیت میخواییم. کمیسیون هم فامیده، ما هم فامیده، مردم افغانستان. حالا تا هر مدت که اعلان شما مشکل نداره، ما شفافیت باید تامین شد. شفافیت باشه، شرایط مهمی است که ما شفافیت قربانی زمان نمیکنیم. ای که هر زمان میشه، با وجودی که کمیسیون آمادگی کامل خود داشت، رئیس کمیسیون یک ماه قبل یا بیشتر
اعلان کرد که من در 48 ساعت اعلان میکنم نتیجه انتخابات و کمیسیون برای 9 میلیون نفر آمادگی داشت و حال کمتر از 2 میلیون رای است. حالا این 2 میلیون رای فکر نمیکنین که حساب شمارشش باید خیلی ساده تر باشه؟ باید ساده تر باشه. مشکل حساسی در ایست که دسته انتخاباتی که بر ضد منافع کشور، بر ضد ثبات در کشور زیدخل شد به اساس تقلب و تخلف، یک نوع مشکل را در کمیسیون ایجاد کرد و مطمئن هم بری بود که بار دیگه هم میتونم بر اساس تقلب و آرای گوسفندی بتانم بالای مردم افغانستان و مردم مجاهد پرور حکومت بکنم. ما میخواهیم که هر قدمش تعقیب شود و به هر زمان را که اعلان میکنه از طرف ما و مردم ما احترام شود تا ای که نتیجه شفاف و واقعی را بیرو بکنه تا ای که مردم مطمئن شود و اطمینان پیدا بکنه. اگر انتخابات به دور دوم بره عکس العمل تیم شما چی است؟ چون که آقای عبدالله و تیم شما یادواری کردن که اونا پیروز در نخست انتخابات هستن و نیازا به اینه میبینن که انتخابات بره به دور دوم. بازم همون گپ که ما آرای بیشتر افغانستان نداشتیم تا به حالی را که ما معلومات را جمع میکنیم به عنوان از این نیست که ما اعلان میکنیم. ما فقط اطمینان را که از طرف ناظرین خود داریم و آرای را که سراسر افغانستان جمع آوری کردیم، ما مطمئن بری هستیم که در 25 ولایت تا به حال پیش قدم هستیم. به این معنا که ما حق مردم دفاع میکنیم و از یک رای مردم دفاع میکنیم. اگر به دور دوم برعکس العمل مشخص آقای عبدالله چه است؟ زمانی که مثلا انتخابات برنده داشته باشه، انتخابات برنده داشته باشه و این دور از منطق است، کمیسیون نام نمیتونه هیچ کسی که بخواه به خاطر خیر فلاح کشور مبارزه بکنه تا ای که افغانستان باز به یک بحران بره و انتخابات ببره به دور دوم. زمانی که انتخابات برنده خود داره و بیشترین رای به نفع یک کاندید استعمال شده، دیگر نیاز نیست بری که حالا اما آرایی که به نوع باطل شده بیشتر از میتونیم بگیم نزدیک به 900 هزار رای است و این خود یک میتونیم بگیم یک تعداد کثیر از آراست که تقریبا میشه بگویم که بیشتر از 35% آرای مجموعی است. شما چه فکر میکنین با این وضعیت بازم شما پیروز هستین؟ ما اگر کمیسیون چنین تصمیم بگیره و اراده داره بدی که تمام آرایی که حساس نداره باطل اعلان شوه، ما احترام داریم به این مسئله. ما نمیخوایم که حکومت تقلبی بیه. تنهایی مثلا که ما ثبات و امگرایی در قدرت باشیم و این مهم باشه که ما بتانیم ریاست جمهوری را از آن خود بکنیم، این مهم نیست که آرای مردم چی میشه و تخلف و تقلب که دسته ها صورت داده یا کسی دیگه باشه. ما میخواییم که هر نوع شفافیتی که لازم است در کمیسیون مستقل انتخابات به پیش گرفته شد. و از بله، اگر از ناظرین انتخابات یادآوری بکنیم، به یادم هست تیم ثبات همگرایی ظاهرا اولین تیم بود که اعتراض کرد به شکستانده شدن قفلهای مرکز دیجیتالی و حتی نهادهای ناظر پیش از او هم این ادعا را نکرد. حالا سوال که مطرح میشه، چگونه تیم ثبات همگرایی اطلاع زودتر حاصل میکنند نسبت به نهادهای ناظر مبنی بر شکستاندن قفلها و حتی استفاده سو از مرکز دیجیتالی کمیسیون در شهر؟ خب یک مسئله است که شما بالای از بحث میکنیم، مردم درک کرده که بار قبلی در 2014 کیا تقلب کردن و حکومت به کدام اساس آمد، کمیسیون در کدام زمان اعلان کرد و کی رئیس جمهور بوده از نظر کمیسیون و به اساس آرای مردم که نبود. حال هم مردم اطمینان بلی داره که هر نوع تقلب و تخلفی که در کمیسیون اجرا میشه و قبلا اجرا شده مربوط میشه به دسته تیم مشخصه که بر تکیه بر تقلب داره. ای که ما تکیه به آرای مردم هستیم، اطمینان که از طرف مردم داریم و آرای فراوان را که از سراسر افغانستان داریم، ما و تمام مردم افغانستان مطمئن بری هستیم که حکومت جدید از آن دکتر صاحب عبدالله. شما چگونه فهمین یا چگونه اطلاع حاصل کردین مردم افغانستان که مرکز دیجیتالی قفلش شکستانده شده؟ افغان ها است، کارمندان کمیسیون هم اشخاص افراد پاک را داره. مثلا نهادهای ناظر که الان میلیون ها دلار برای از سرمایه گذاری شده در ظرف 15 سال و یا 18 سال و در بود دیگه هر روز هم حمایت های خارجی و داخلی را داره، نتونستین خبر را آشکارا بسازد در قدم نخست.
اولا تیم ثبات همگرایی این موضوع را ادا کرد و بعد از او هم نهادهای ناظر. خب ما می خواهیم که این مسئله را برتان روشن‌تر می ساختم. ای که افغان ها در اونجا است و مردم می خواهد که واقعا عدالت انتخاباتی زمانی که کمیسیون مستقل انتخابات اعلان میکنه و رئیسشان به صراحت میگه که ما و تمام کارمندا حمایت ما را و جامعه جهانی را داره بر اساس شفافیت، پس این چی نوع شفافیتی است که در نیم شب تمام دسته های انتخاباتی و کارمندان کمیسیونی که بالایش اطمینان اینا ندارن او را خارج میکنه و بعدا با استفاده از تاریکی شب داخل میشن در دیتا سنتر و قفل میده میکنن در وزر شدید بلا سوی استفاده صورت گرفته در دیتا سنتر. یک نوع حمله بوده، ما قبلا هم جبهه گیری خود اعلان کردیم و میخواییم که تاکید بکنیم که عمله به دموکراسی است، عمله به اراده پاک مردم است، عمله بر اراده خون شهدا است که مردم میخواه یک نوع تغییری بزرگی را با وجود بیارد تا ای که تمام افغانستان از این بدبختی و حالا کمیسیون بر شما چه پاسخ داده و چه وعده ای را پیرامون این موضوع داده؟ خب کمیسیون بالای مشاوری که در بخش امنیتی است بالای از اونا تاکیدشان همی بوده که اشتباه از طرف بخش امنیتی ما بوده و ای که پلیس چطور اجازه دادن، پلیس چی میخواسته، آیا تنها پلیس بودن پولیس یا کسای دیگه که هم حالا در مرکز دیجیتالی خیلی معلومات دارن و در بخش تکنیکی هم میدانن؟ خب یا میتونن که در ظرف 10 دقیقه بزرگترین تغییر را در آرای پاک مردم به وجود بیاره و ای هم برمیگرده به برنامه سازی دشمنان صلح و ثبات افغانستان که کیا با کدام اساس در کمیسیون بودوباش میکنه و ما از کدام ارگان دولتی استفاده بکنیم که داخل شویم و قفل ببرانیم. بعدا دلیل که ارائه میکنن که قابل قبول هیچ کس نبوده. فرضا شما احساس بکنید که در سرحدات افغانستان که بیش از یک متر برف وجود داره و یک بندی است، اونا در سرکوی پوسته ها را نگاه میکنن، از تمامیت ارضی دفاع میکنن، در اونجا یخ و مشکلات حساسی رو پلیس داره یا در داخل کمیسیون مستقل انتخابات که به یک بارگی حمله ور میشن بالای کمیسیون و دروازه دیتا سنتر رو میده میکنن، قفل میده میکنن، بالاخره داخل میشن، بعد از چند دقیقه که میگذره یا ساعت هایی که میگذره اطلاع به ما داده میشه و ما میایم نظارت میکنیم، رئیس عمومی تیم ثبات و همگرایی میاد شمدید خدا به رسانه ها میگه. این دور از حقیقت نیست، این یک چیزی است که ما با تنهایی که فرزن بخش امنیتی کمیسیون مستقل انتخابات اشتباه کرده. حالا وعده کمیسیون برای شما چی بوده که مثلا نظارت میکنه از این عمل کرد و یا تغییرات کالا صورت گرفته میتونن اونا تغییرات اگر صورت گرفته باشه در مرکز دیجیتالی اون را دوباره به حالت اول برگردانن؟ در مورد تغییر چیزی نگفتن، فقط چیزی را که با ما وعده کردن و ما هم کوشش کردیم که منتظر باشیم، چون تأکیدی که کمیسیون مستقل انتخابات بر حوصله مندی دسته های انتخاباتی است و ما هم حوصله میکنیم و آرام میباشیم. آرامش ما به معنای بیخبری ما نیست. کمیسیون میگه که ما یک عده اشخاص و افراد داخل کمیسیون مستقل انتخابات با گونه عیت گماشتیم، بالاخره بعد از چشم دید و مواسناد و شواهد را که پیدا میکنه به شما ارائه میکنه که تا به حال امو ارائه کردن تا هنوز امو برنامه‌ای را که داشتن ای که تطبیق شده یا نشده ولی به دسترس ما قرار نگرفته، فقط گفته کمیسیون اشتباه از نمو کمیشنر امنیتی است که اونا اشتباه کرده و ما نمیتونیم که به یک اشتباه یک فرد تمام سرنوشت افغانستان نادیده بگیریم. سپاس از شما آقای سمی حقجو، سخنگوی تیم ثبات همگرایی بر رهبری دکتر عبدالله. تشکر شما. سپاس بنده های عزیز که تا این دم بیننده برنامه ما بودین. با افغان باشین. شب شما بخیر.